خاطرم آمد از یک قصه ای که در عبادت امام زمان خدمت شما عرض بکنم. این قصه مستند در دفتر کرامات حضرت رضا در آستان قدس رضوی ثبت شده و قصه هم مربوط مثلا به یک شخص مجهولی نیست، قصه مربوط به کسی از مشاهیر فقهای ماست که همین دو سال قبل تازه از دنیا رفتن، از منتظران امام، از فقها و مراجع و علمایی که بوی امام زمان میداد واقعا منتظر بود. هر هفته رقعه حاجت به امام از می نوشتن و در رود می انداختن. خیلی متوجه امام از بودن. نوه صاحب مکیال المکارم مرحوم آیت الله عظما آقای حاجی محمد باقر موحد ابتهی اصفهانی که ایشون که از دنیا رفتن، حضرات آقایان مراجع با اینکه ایشون رساله نداده بود از ایشون تعبیر با آیت الله عظما کردن. بسیار مرد بزرگی بود، صاحب مؤسسه الامام مهدی. قصه مال 32 سال قبل. اولین انسانی بود که در جشن میلاد امام از کنگره علمی بین المللی حضرت رضا در مشهد برگزار شد توسط آستان قدس. یکی از میهمانان اون کنگره خب ایشون بود که از محدثین و از فقها اعزام بود و آثاری داشت. ایشون خودشون به من فرمودن که فلانی از آستان قدس با من تماس گرفتن، اسمم بردن آقای الهی خراسانی، داماد مرحوم آقای مرواری که مسئول بنیاد پژوهش های آستان قدس بود. تماس گرفتن گفتن آقا برای کنگره به شما رو دعوت میکنیم، تشریف بیارید مشهد، این ساعت ماشین میاد قم دنبالتون، پروازتون این ساعته از تهران مهرآباد، هتل تهران برای میهمانان در نظر گرفته شده و توصیه داده. ایشون فرمودن، من بهشون گفتم که من در این کنگره شرکت خواهم کرد، خودم خواهم آمد و هتل تهران نمیام، بلیط هم خودم میگیرم. به من فرمودن احتیاط میکنم، چطور، من کی هستم که پول امام رضا خرج من بشه. بلند شدم، حالا مفصله که ایشون تا مشهد چجوری آمد و هواپیما چجوری جور شد، همش عجیب و غریبه. وقتی به مشهد رسیدم در فرودگاه مشهد خب جایی نداشتم که برم، توکل تو علی الحی الذی لا یموت. از هواپیما آمدم بیرون، آمدم بیام بیرون، دیدم دو تا جوان آمدن سلام کردن. سلام علیکم حاجای موحد. بله. گفتن بفرمایید. گفتم شما؟ گفتن ما در خدمتتونیم. دوران ترورهایی بود که منافقین علما رو ترور میکردن. گفتم خب من که دو تا جوان نمیشناسم، چی ان نکنم برن ما رو سرپنیش کنن. گفتم من میهمان امام رضا، خودم رو به حضرت سپردم، مسئله نیست. نشستم داخل ماشین و آمدیم و دیدیم آمدن نزدیک حرم و کوچه ملک و نزدیک منزل مرحوم آقای قمی و دم در خونه ایستادن و در باز شد و دیدم آیت الله آقای اسد محمود مجتهد سیستانی آمدن بیرون. گفتن آقا بفرمایید. چطور؟ چون فرمودن من از طرف حضرت رضا مأمورم 3 روز میزبان شما باشم، شما میهمان امام رضا. به من فرمودن فلانی. رفتم کنگره جهانی امام رضا، به این قصد آمده بودم که جواب انحرافات و اعوجاجات بهبودی را در کتاب صحیح الکافیش بدم. رفتم و در اون کنگره نوبت سخنرانی من که شد، جواب انحرافات بهبودی و کتاب صحیح الکافیش رو دادم و از علامه مجلسی و بهار دفاع کردم. تمام شد. کنگره 3 روز بود. شد شب میلاد امام رضا. آمدم حرم برای نماز مغرب و عشا. شون پروستات شدید داشت، خب خدا مبتلا نکنه کسی رو، وقتی مبتلا هستید کسی که پروستات داره باید مرتب یک ساعت دستشویی بره، نمیتونه به مدت طولانی وضو داشته باشه. مخفی نماند، ایشون صاحب یک استخاره عجیب بود، یعنی در عمرم من چند نفر دیدم که در استخاره کم نظیر بودن، یکیش ایشون بود. عجیب بود استخاره هایو. میفرمودن در حینی که داشتم شب تولد امام رضا زیارت میکردم، حین زیارت یا به دلم افتاد که انه و حضرت رضا میفرماین تا سحر حرم باش. یا لالعجب، این چیه به ذهنم میرسه؟ من مریضم، تا 1 ساعت بیشتر نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه، مرتب به ذهنم میاد که حرم بمون. استخاره کردم حرم بمانم تا سحر، عالی، برم بیرون. بعد به حضرت رضا عرض کردم آقا همچین چیزی به دل من افتاد، استخاره هم کردم ولی واقعا نمیتونم، من که مریضم. من شب تولد و جمعیت شلوغ شب تولد امام رضا، من حرکت میکنم به طرف بالا سر، اگه خود به خود جا برای من باز شد برای نماز میفهمم که حتما خبریه، باید بمانم.
اومدم طرف بالا سر، این ستون بالا سر که هست، یهو دو تا جوان آذری قد و بلند رشید جا باز کردن و جا خالی شد و من ایستادم، اینا دستاشونو تکیه دادن به ستون، حائل شدن. من تمام نمازامو خوندم، اینا مثل دو تا گارد ایستاده بوده. خب فهمیدیم باید بمونیم. یک ساعت گذشت، دیدم نه مشکلی ندارم، معلوم میشه خبری هست. شما خاطرتون نیست اون زمان پشت سر حضرت باز بود، جای قبر مرحوم آقای شیرازی و جای قبر مرحوم آقای میلانی باز بود، نصفش مال خانم ها بود، نصفش مال آقایون بود، بینش هم در و شیشه نداشت، قسمت زریح داشت، اون پشت سر نداشت، یه نرده بود، خود بنده یاده بود، یه نرده فلزی نیم متری بود. فرمودن اومدم جای قبر آقای میلانی آقای شیرازی نشستم که موظفم تا سحر باشه. ایشون فرمودن همینطور که نشسته بودم داشتم ذکر میگفتم، چون ایشون هم خیلی اهل عبادت بود، برگشت نمیدم یه پسر 14-15 ساله کنار من تکیه به دیوار داده، پاهاشو دراز کرده. من گفتم که پسرم پاهاتو جمع کن، حرم پاهاتو به طرف ذریح دراز نکن. سر یه نگاهی من کرد، چی نگفت. باز من یکم دعا خوندم، برگشتم دیدم نه اصلا تحویل نگرفت، پاهاش درازه. یه کمی جدیتر گفتم پاهاتو جمع کن، سنی داشت آقای ابتهی، دیدم نه خیر. دفعه سوم اصلا آخرش با تشر گفتم پسر بی ادب نباش، میگم پاتو جمع کن، من پیر من، پاتو جمع کن، بی ادب مقابل زری. تا اینو گفتم نرده بود، عرض کردم این نرده نیم متری بود، اون طرف نرده یه زن مسنی نشسته بود و اون زن زد زیر گریه، گفت آقا سید دست بردار از سر بچه من، تو چه میدونی که این بچه کجا بی ادبی کرده به امام رضا؟ این فلجه، شب تولد من آوردم اینجا نشوندمش، امام رضا لطفی بکنن، چند دنه بچه منو میشکنی، از کجا فهمیدی که بیادبه؟ ایشون به من فرمودن فلانی. من وقتی فهمیدم وای تشر بی خود زدم، این زن رو به گریه انداختم، دل این جوان رو شکستم، خبط و خطا از من بوده، زود قضاوت کردم، آتیش گرفتم. به تعبیر ایشون گفت رگ سیدیم گل کرد و خیلی ایشون بکا بود، گریه کنه عجیب بود، زدم زیر گریه، گفتم امام رضا امشب من باید با تو سنگامو حک بکنم، یا من سید هستم یا نیستم، شما ای که منو از قم کشوندی اینجا، قبل از اینکه بیام یک مجتهد رو گفتی میزبان من باشه، برای اینکه من بیام از علامه مجلسی دفاع بکنم و من دفاع کردم، امشب باید تکلیف منو مشخص کنی، این بچه الان باید از جاش بلند شه شفا پیدا کنه. چسبیدم به امام رضا و گریه و گریه که یعنی یه بلومس از این بچه رو بلند کن. خوب که من از در متصل شدم به پسره گفتم که بلند شو، پسرم به گریه افتاد و میگفت نمیتونم، گفتم بلند شو، من داد میزدم بلند شو، این گفت نمیتونم، مادرش گریه میکرد آقا تو رو به جد دادم شب دست از سر ما بردار، بگذار ما به بدبختی خودمون گریه کنیم، گفتم الا ولا با تو باید بلند شو. گفتم ایشون گفت فلانی به امام رضا قسم یک مرتبه به چشم خودم دیدم این بچه از جاش بلند شد دوید به طرف زن. آسان قدس اینو نوشته، آقای الهی خراسانی بعد رفت در قم نوشت این قصه رو ثبت کردن، بچه بلند شد رفت به طرف ذریح، مردم هجوم آوردن به طرف او. خب الان شما چی انتظار دارید؟ انتظار دارید که آقای ابتهی هم بره دنبال این بچه و ببوسش و از امام رضا تشکر کنه؟ اما عابدترین مردمان امام زمان است. ایشون به من فرمودن فلانی این بچه که بلند شد به طرف ذریح رفت، یک وقت برگشتم دیدم کنار من آقا به سجده عباشون رو به دستم گرفتم که دست من به دامنت یا وقیت در سجده، نمیتونم چیزی که بگم، نمیتونم سلام بدم، مناجات با خدا شب شنیده است مناجات ولی، در حرم امام رضا به سجده رفتم کنارشون، دستم به عباشون مراقب بودم تا بلند شدم خمشم دستشون رو ببوسم. فرمودن ساعتی منده بود تا اذان صبح، از اون لحظه تا اذان حضرت در سجده بودن، چندین ساعت در سجده بودن. گفتم آخرش چی شد؟ فرمودن نزدیک اذان که شد عباشون به دست من بود، یک وقت نگاه کردم دیدم هیچ چیز نیست. تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد؟ اینجوری نیست که حتی وقتی دیدیش به اختیار تو باشه که هرچی بخوای بگی. یه حدی هر کسی تا چی مقداری که ایشون تایید.